علاقه‌مندان به فوتبال، شمایی که جام جهانی رو پیگیری می‌کنید با لحظه لحظه و تصویر به تصویر همه این مسابقات خاطره دارید و براتون جذابیت‌های ویژه‌ای داشته جام 22 و فرصتی فراهم شده با فوتبال 22 همراه شما باشیم، از جام جهانی در قطر با شما صحبت بکنیم. آقا رضا سلام. عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم فوتبال 22. خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی دست داد و امشب هم در خدمت شما در فوتبال 22 همراه محمد درخشنده عزیز هستم. زنده باشی، درود به شما. خب امشب که فوتبال نداریم، همه هم در جریان هستن، اما ما قرارمون این هست که توی این شب‌هایی که فوتبال نیست بریم به سراغ بازی‌هایی که تو همون مرحله برگزار شده، نتایجی که به دست اومده، اتفاقات جالبی که رقم خورده و خلاصه همه ی آن چیزهایی که به حاشیه‌های مربوط به بازی‌های مرحله به مرحله میشه. حالا ما سعی می‌کنیم راجع به این برنامه و فضایی که داریم بیشتر با شما گپ بزنیم و البته قطعاً نکات جالبی هم هست که با حضور شما رنگ بهتری میگیره. از همین الان هم فرصت دارید حتما مشارکت بکنید در برنامه خودتون رو، توی مسابقه هم که شرکت کنید. بریم. درود به همه شما، خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه فوتبال 22 هستید و اگه خاطرتون باشه پیش از این ما خدمت یکی از داوران خوب کشورمون، یکی از داوران با تجربه فوتبال ایران بودیم که به عنوان کمک در کنار تیم علیرضا فغانی عزیز در این دوره از رقابت‌های جام جهانی حضور داشتن و انصافاً میتونست در واقع جای اونها در مسابقات پایانی باشه، در رقابت‌های نیمه نهایی، رده‌بندی یا حتی فینال، که خب به هر حال به خاطر بدشانسی هم که بود این اتفاق رقم نخورد و امیدواریم که به هر حال این اتفاق در آینده رقم بخوره برای داوری فوتبال ایران، داوری که توی سالهای گذشته انصافاً توانایی خودش رو به خوبی به نمایش گذاشته. و جناب محمد رضا ابوالفضلی عزیز هم ما اینجا خدمتشون هستیم و می‌خوایم راجع به این دوره از رقابت‌ها، حضور تیم ایران در بحث داوری هم صحبت بکنیم و ببینیم که به هر حال شرایط چگونه بوده و چه مسیری انشالله پیش رو خواهد بود. آقا درود به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دست اندرکار این برنامه‌تون، همچنین به علاقمندان عزیز در خدمتتون. زنده باشید. خیلی شما خیلی با معرفتی. لبیبو که یادتونه. این آقا لبیب ماست. قول دادن که میان، خیلی خوش اومدم مازن. سلامت باشین، خیلی ممنون. خوشحالم که در خدمت هستم لبیب. شکرن، منم بیشترم. مسرور، انا مسرور. آقای ابوالفضلی من فکر کنم شما یه دو سه دهه‌ای هست که دارید داوری می‌کنید و اینکه امروز در جام جهانی حضور دارید همچی علکی هم نیست، سالها تجربه، سالها مسابقات خیلی مهم قضاوتش شده زمینه حضور در این دوره از رقابت‌های جام جهانی. بله همینطور که شما فرمودید، من الان 45 سالم، متولد 56 هستم. درود به شما. 45 از تیر 1374 من داوری رو شروع کردم زیر نظر مرحوم حمید خوشخان. داوری درجه 3 رو شروع کردم، مشوقم پدر مرحومم بود که خیلی دوست داشتم که تو این جام جهانی، یعنی آرزو رویای هر داوری حضور تو جام جهانیه و بتونه تو بالاترین رده اون جام که خب طبیعتا فیناله حضور داشته باشه و قضاوت کنه، ولی خب متاسفانه قسمت نشد که من بتونم پدرم رو در کنار خودم تو جام جهانی داشته باشم، ولی خب مطمئنم که روحش کنار من بوده تو این قطعاً همینطور هستش. یه آدم با تجربه مثل جناب علی که به هر حال سالها تجربه پشت فعالیت حرفه‌ایش بوده قطعاً توانایی خودش رو تونسته به خوبی اثبات بکنه. به هر حال جام جهانی هست، مثل اینکه میگم مگه چند تا تیم قرار قهرمان بشه، در مورد تیم داوری هم این قضیه صدق میکنه. اما بدون شک امروز و شرایطی که الان شما دارید حاصل سالها کار حرفه‌ای و در واقع فنی هست. سوالی که وجود داره این هست که شاید خیلی از ماها وقتی یه چهره محبوبی که سالها از قاب تلویزیون رو ببینیم، از نزدیک ببینیم، تحت تأثیر فضا و جو قرار بگیریم. یه داور چطور خودش رو کنترل میکنه وقتی مثلا حالا رونالدو رو میبینه، مسی رو میبینه، بازیکنان رو میبینه که هر کدومشون شاید بر قله های در واقع فوتبال دنیا ایستادن و دارن فعالیت میکنن. تا حالا داور بوده بره جلو امضا بگیره اول بازی؟ اگر رونالدو امضا خیلی عصبانی میکنم بابت این سوال. نه شما نه، خارجی ولی واقعا بوده. 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 یادم یه سوالم یه بار لبی کرد که
طرفدار تیمی هستی یا نیستی؟ نه. بله خب چه تو ایرانش، من اینو قشنگ اجازه بدی همینجا فرصت خوبیه که توضیح بدم. ببینید موقعی که هر داوری بالاخره یه زمانی نوجوان بوده، خردسال بوده، طرفدار یه تیمی بوده که بالاخره اومده تو فوتبال و نمیدونسته که در آینده قراره آیا داور بشه یا نشه. پس طبیعتاً طرف یه تیمی بوده. ولی مطمئن باشیم وقتی که میاد برای تیم محبوبش هم حتی قضاوت میکنه، هیچ وقت حاضر نیست اون شرافت خودشو کنار بذاره که به نفع تیمش قضاوت بکنه. کاملا درست. من جمله این که تو هر بازی ناظرایی وجود دارن، متوجه میشن اگر شما خدای ناکرده بخوای بر علیه تیمی قضاوت بکنی، به نفع تیم مورد علاقه قضاوت کنی، قشنگ زیر ذره بین هستی. درسته. و در خصوص امضا گرفتن، بله منم موقعی که به قول معروف یه بازیکن مطرحی رو میبینم تو قاب تلویزیون و فرصتی پیدا میشه که میتونم کنارش باشم، هیچ وقت نمیرم نزدیکش که امضا بگیرم. اصلا همچین چیزی نداشتیم. خیلی حیف. اگر شهرانی دیدی برام امضا بگیر، شهرانی بازیکن عربستان، اگر این اتفاقم بخواد بیفته حتما باش برخورد میشه. چون جایگاه یک قاضی و یک داور شما که این قصد صادقی، پس قربزت یه عبی فلان هیچ کدوم یه خانم داور واقعا این کارو کرد. من یادم هست توی یکی از مسابقات کی؟ یکی از داورهای خانم بودش توی یکی از مسابقات، یه برگه با خودش آورد اونجا امضا رو گرفت. او واسه جاریش نمونه به خاطر اینکه چشمم چشمی با جاریش بکنه این کار کرد. فکر کنم نمایش بود، شاید حالت نمایشی باشه. این اتفاق توی یکی از بازی رو حالا از صحبت شما یه سوالی به ذهنم رسید. شده توی روند یک بازی بازی یه تیم بره رو مخت، مثلا بد بازی کنن، وقت بکشن، نمیدونم کسل بازی کنن، مثلا بره رو مخت بگی اه چقدر اینو بد بازی میکنن؟ بله شده. یه تیمی که فقط هی داره وقت کشی میکنه بعد تأثیری که نداره. نه تأثیری نداره، شما فقط یه ذره یعنی شما داری یه بازی رو قضاوت می‌کنی. تو فوتبال یه رشته ورزشی که خیلی طرفدار زیاد داره و همه مردم طرفداراش دوست دارن ازش لذت ببرن. بله. وقتی که شما این لذت رو بکشی از بین بره، خودت لذت نمیبری. به جای اینکه لذت ببری، اصلا اکثر داورا موقعی که میخوایم بریم قضاوت بکنیم میگیم میریم که بر علاوه بر اینکه عدالت اجرا کنیم لذت هم ببریم. ولی وقتی که شما میبینی یک تیم داره ضد فوتبال بازی میکنه، اون لذت ناخودآگاه ازت گرفته میشه و قشنگ نیست اصلا. این موقع فقط کاری هم دستت بر نمیاد. مثلا دیدین که یه بازیکن مصدوم میشه، حالا به هر دلیلی، اصلا خودش زده به مصدومیت، افتاده رو زمین، تیم مقابل توپو بیرون نمیزنه. بله. یعنی به اصطلاح خودمون میگیم جوانمردانه بازی نمیکنه. حالا به هر دلیلی. ما نمیگیم مثلا اون خودشو مصدومه یا خودشو زده به مصدومیت. وقتی که توپ بنا به هر دلیلی بعدش ادامه پیدا میکنه میره بیرون، تیم مقابل قبایل هجوم میورن به سمت داور که چرا بازی رو نگه نداشتی. درست. اینجا دیگه دست خود داور نیست. مگه اینکه مطمئن باشه که آیا مصدومیت اون بازیکن جدیه. مثلا پاشه ممکنه احساس میکنه که داور اون تیم جلوه، میخواد وقت کشی کنه، وقت بازی رو از بین ببره، به ضرر تیم مقابل باشه. یه همچین اتفاقاتی میفته. جایی که قانون دست و پای داور رو نبسته باشه میتونه اعمال قانون بکنه، ولی خیلی جا هستش که ما خودمونم از این وقت کشی ها و این مسائلی که پیش میاد راضی نیستیم. این بحث تأثیر گفتی یک مثال بذارم. من ایجی شرمنده اوست حرفتون اینه. این مثلا مهدی طارمی خیلی جو رسانهی تولید کردم تو اروپا که این مثلا خودش میندازم زمین. یه داور وقتی مهدی واقعا بزنن مثلا تحت تأثیر قرار میگیره، بگه نه نه ای علکیه تمارز کردم کارت زرد بدم. خب اونجا هم وی آر هسته، چون معروفه، ما خیلی بازیکنای معروفی تو رن از اون معروف‌تر داریم. مثلا جام جهانی دو سری قبل هست که دمه در مورد نیمار این اتفاق افتاد. خیلی اصلا عداش رو درمی آوردن. توی جام جهانی هر مسابقی رو که به داور واگذار میکنن، ما خودمون داورا یه نفر هستش که از مسئولین فیفا بعد آنالیزور تیماست. درست. اینو میانن روز قبلش، ما یه جلسه نیم ساعته داریم با این فرد که مسابقات قبل رو برای ما آنالیز میکنن. میگن تیمی که شما فردا قراره براشون قضاوت کنین، بازیکنهای شاخصشون اینان، این بازیکن کنده، اون بازیکن سریع، جایگیریاش علاوه آفساید به ما میگن و همینطور که الان گفتن که مثلا این بازیکن پنالتی میگیره،
دقت داور رو میبرن بالا، نه اینکه مثلا بگیم هر خطایی اتفاق میفته هر برخورد میشه پس نه این داره تمارز شبیه سازی میکنه، نه ما دقت اون رو اون بازیکن میبریم بالا که شاید اون بنده خدا که گل نخورم ازش. دقیقاً آقا ولی خب. خیلی تیزین به خدا، من مثلا یه سری توپه میری بیرون، من 10 دفعه صحنه آیسر رو میبینم نمیفهمم آخر توپ به پایی که خورده، ولی تو همون اولی مثلا میگه این وقت این عمره اینکت باید ببری اپتومتریست برای نه اصلا بچه ها ببینید بحثتون خیلی جذاب شد، بریم یه فاصله بگیریم ادامه میدیم. لبیب یه فرصت بده، یه نفس بگیر، یه نفس بگیر. فینال جام جهانی 2022 قطر را چگونه پیش بینی می کنید؟ 1. فرانسه آرژانتین. 2. فرانسه کرواسی. 3. مراکش آرژانتین. 4. مراکش کرواسی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 5026-7199 پیامک کنین. ممنون از اینکه فوتبال 22 رو داری پیگیری می‌کنی. توی جام 22ام اگه قرار باشه ما به یکی از اتفاقای عجیب توی بحث داوری اشاره بکنیم، وقت‌های اضافه یا تلف شده هرچی اسمش رو بگذاریم در هر دو نیمه مسابقات مختلف بوده. اعداد و ارقام عجیب و غریبی رو به عنوان وقت‌های تلف شده گرفتن که همینجا میشه راجعش صحبت کرد. آقای ابوالفضلی ماجرا چیه؟ آیا دستورالعمل جدیدی از سوی فیفا اعلام شده یا این ابتکار داوران هست یا به شکلی خلاف اون چیزی که قبلا محاسبه میشده داره اتفاق میفته؟ قضیه چی آقا؟ یعنی یه دستورالعمل جدید بهتون دادن گفتن آقا از این به بعد به جای 2 دقیقه مثلا 10 دقیقه وقت بگیرید، 15 دقیقه بگیرید، قضیه چی بوده؟ عرضم به خدمت شما خیلی سوال خوب و به جایی پرسیدین، چون من دیده بودم که استاد عزیزمون آقای خسروی توی یه برنامه تلویزیونی مطرح کردن در خصوص این قضیه. خب اشتباه انتقال داده شده بود این مورد به ایشون و گفته بودن که داور چهارم یه عددی رو میگه، وی آر اتاق وی آر یه عددی رو میگه، داور ذخیره هم که کنار داور چهارم شده یه عددی میگه، این 3 تا عدد رو به داور اعلام میکنن، داورم میونه‌شو میگیره و اونو اعلام کنه. خب کلن اشتباهه. خب چیه ماجرا؟ چی کار میکنن؟ فیفا اومد، آقای کلینا اومد گفتش که فیفا تصمیم گرفته که مدت زمان مفید بازی ها بیشتر بشه. تماشاچی ها سراسر دنیا دوست دارن که برای دیدن ستاره هاشون و بازی های جذاب که وقت گذاشتن لذت ببرن و ما نمیخوایم این لذت با وقت کشی ناخودآگاه بازیکن ها کم بشه. درست. زمانش بیاد پایین. لذا باید وقت دقیق حساب بشه. بعضی تو ایران فکر کنن که این وقت داره به صورت یه ماشین مکانیزه حساب میشه، اصلا همچین چیزی نیست. شاید در آینده همچین اتفاقی بیفته، یه رباتی بخواد مثلا مدت زمان مفید بازی رو حساب کنه مثل بازی فوتسال، ولی فعلا الان اونجوری نیست. اتفاق نیفتاد. اومدن چیکار کردن؟ گفتن که تو هر بازی ما یه کمک داور ذخیره داریم، 3 تا داور که وسط زمین هستن، درسته. یه داور چهارم، یه کمک داور ذخیره. این کمک داور ذخیره گفتن کارش اینه که زمانهایی که بازیکنی مصدوم میشه، بله، تعویض‌ها، خب گلی به ثمر رسیده میشه، درسته، اخراجی که شما به یه بازیکن اخراج بدی که خیلی به ندرت میگه بله خیلی ممنون برم بیرون، درسته، یه جریاناتی، حجمه این شکایتی، تمام این مدت زمانها رو حساب میکنه روی برگه کاغذ مینویسه. این به کنار، داورانی که تو اتاق VAR هستن، گلی که به ثمر رسیده میشه یا هر تصمیمی که داور میگیره به غیر از اون مواردی که من عرض کردم خدمتتون، اینا یه مدت زمانی رو چک میکنن. شما اگه نگاه کرده باشین یه گلی که زده میشه داور بازی رو شروع نمیکنه، چون اگه شروع کنه دیگه VAR نمیتونه دخالت کنه، بلد. شروع نمیکنه تا اونا صحت اون گل رو بسنجن، قبلش خطایی شده نشده. اگه خاطرتون باشه یه بازی ایران داشت که آقای شجاعی خلیل‌زاده اخراج رفت جلوتر اخراج شد، بعد یه VAR چک کرد گفت نه اصلا قبلش آفساید شده، توپ اووردن عقب، شجاع خلیل‌زاده رو برگردوندن تو زمین. اینا این مدت زمانی که اینا رو بررسی میکنن هم اتاق VAR اعلام میکنه جمع این اعدادی که کمک داور ذخیره میگه با جمع اعدادی که اتاق VAR میگه مثلا میشه 11 دقیقه، 8 دقیقه، 14 دقیقه، 12 دقیقه، همه اونو اعلام میکنن به داور، داور اونو اعلام میکنه. به داور چهارم اعلام میکنه. داور چهارم ارتباط داره با داور. مگه بهره جون جام میزنه. میگم مگه بهره جون جام جهانی بود تا بازی 4 سال بعد بازی هی طول میکشیدم. هی اضافه، هی اضافه، هی اضافه، هی اضافه. شما الان نگاه میکنین تو دور اول یه رقمی رو اعلام کردن که بالای 480 دقیقه.
وقتای اضافه بوده، تمام وقت معمول دوره گروهی نزدیک 400-500 دقیقه شده. این تو فوتبال ما یعنی ممکنه امسال بیاد آخه این تعدادی که شما میگی حساب کردن شده واسه یه نفر زیاد کمه، مثلا توپ هم که میفته تو اوت بعد نه عرض کردم توپی که تو اوت میره نه. ببینید شما مثلا نکنید یه نفر مصدوم میشه، گل زدن و اخراج، مصدومیتی که مثلا مثلا آقای بیرانوند پیش اومد، بله برخوردی که داشت اونو داور ذخیره حساب کرده، تعداد تعویضا رو حساب میکنه، چون یه تعویضی هست شما تیمت عقبه، بازیکن سری خودش رو تعویض میکنه، 10 ثانیه‌ای این عملیات تعویض انجام مثل میشه، مثل آقای طعامی توی ایران استرالیا. یه زمانی هستش تیمه جلوه میشن. برای وقت کشی میره اون ته زمین، تابلو رو که میبرم حالا مثلا یا دور میزنه تو میاد کلامی تو یه استانداردی داره این زمان؟ نه دیگه قبلا استانداردش میمونه میگفتن این تو فوتبال باشگاهی ما اجرا میشه، آقا 30 ثانیه میانه‌شو میگرفتن، میگفتن که آقا هر تعویض 30 ثانیه. خب ما که کمک داور ذخیره که نداریم کنار داور چهارم بشینه تا قبل از این قضیه، میومدن میگفتن که آقا 5 تا تعویض شده، 5 تا 30 ثانیه، 2 دقیقه و نیم، 2 تا گل هم زدن، 2 تا 30 ثانیه، یه دو تا کارت هم داشتی، یه نون اضافه اینجوری حساب میکردن. آقای ابوالفضلی توی فوتبال باشگاهی لیگ ما هم قراره اجرا بشه؟ این بستگی داره که کمیته داوران تصمیمی هنوز گرفته نشده. ببینید نه هنوز در این زمینه تصمیم گرفته نشده، این خود مسئولین باید. خب بریم به سراغ این قسمت. قرار هست که تصاویری رو ببینیم. به به. تصاویری که دوست داریم نظرتون رو راجع به تک تکشون بفرمایید. میتونه در قالب یک کلمه باشه، یه جمله باشه یا بیشتر. چشم. بریم اتفاق ببینیم. خب تصویرها رو ببینیم دوستان. بله. آقای خسروی استاد دوست داشتنی. استاد دوست داشتنی. خوشحالم. آره خوش زبون خیلی شجاع شیرین صحبت میکنم. خب بریم سراغ تصویر بعدیمون. بله آقای فنده که دیگه از اساتیدمون که تو فینال جام جهانی 94 و از مفاخره یکی از پیشگامان داوری ما در جام جهانی بودن. خیلی ارادت داریم خدمتشون، انشالله که سلامت باشن. دوست بسیار صمیمی خوش سفر الان هم کانادا هستن فکر کنم. بله. میان تشریف میارن. میان تشریف. خوشتیب. خوشتیب. بله. خوشتیب. خوشتیب. بریم سراغ تصویر بعدی. خب آقا مجید جلالی که قابل احترام هستن و جز یک مورد ما از ایشون هیچ اعتراضی نشدیم. بازی پرسپولیس فولاد خوزستان بود. اگر اشتباه نکنم سرمربی فولاد بودن. بعد. اگر اشتباه نکنم. پرسپولیس که نبودم. آقای جلالی عصبانی نمیشه ولی وقتی میشه ولی عصبانی میشه. آره آقای ابراهیم توره بود بازیکن پرسپولیس. رفتاری از ایشون که توی رختکن خیلی عصبانی ممکنه نه نه نه. تو استادیوم آزادی بود یه رفتاری از ایشون سر زد. با شما یعنی اینطور رفتار کردید؟ نه با داور وسط. ها وسط وسط. خب با داور وسط. بریم سراغ تصویر بعدی. برم براش بیام. نعم. خب آقای نصیرزاده. خب ایشون هم از اساتید داوری هستن و کسی که قوانین رو کامل و به صورت جزئیات دقیق آگاهی اشراف دارم بهش آگاهی و اشراف دارم. العکس بعدی. العکس بعدی به قول آقای لبی. آقای افشاریان که من خیلی کمک داور ایشون بودم. کمک ایشون بودی شما؟ بله من الان کمکشون هستی توی بله الان دیگه کمکشون میکنیم دیگه. بسیار خوب. و براشون آرزو موفقیت میکنم. بله آقای افشاریان عزیز. العکس بعدی. بریم به سراغ برادر عزیز دوست داشتنی و اینکه من خیلی مدیونشم. زنده انصافا دوست داشتنیه این علیرضا فقانی عزیز. علیرضا هم خوش سفر فوق العاده است. بله ببینید ما خیلی بیرون زمین بسیار محترم هست، میگیم میخندیم شوخی داریم ولی جدی میگم جدیشون هم جدیه درسته. اون 90 دقیقه بازی و تو تمریناتمون خب. جایی که مثلا میریم با سطح شبیه سازی میکنن قلبمون میاد تو دهنمون اینقدر جدیه. آره واقعا میگم جدیه. یعنی یه جا من واسه آماده سازی همین جام جهانی بودم، من همینجا بگم من ما رو برده بودن فیفا برای آماده سازی امتحانا و آزمونا، یه استادیومی رو میذارن تمام تشکیلات وی ای آر میذارن، دو تا تیم دعوت میکنن، هر داور به مدت یک رو اونجا تمرینی بازیکن‌ها خطا شبیه سازی میکنن، انبا و اقسام میگن شما تو لحظه یعنی دو تا خطا اتفاق میفته، آفساید اتفاق میفته، آمادتون میکنه که توی بازی واقعی کم درصد اشتباهاتتون بیاد پایین. ایشون به قدری جدیان اونجا که ما فقط قبلش میگفت داری چی میخونی چی داری، گفتم فقط دارم دعا میکنم که اینجا هیچ مشکلی پیش نیاد که تو ناراحت بشی علیرضا. هیچ شوخی واقعا میگم هیچ شوخی نداره. خب بیرون علیرضا است توی 90 دقیقه آقای فخونی. فخونی ولی خیلی جالب که این قد جدیه ولی پرسپولیسیه ولی اصلا معلوم نیست.
ای حالا علت انتخاب کرد شما رو به عنوان کمکش این که شما پرسپولیسی هم؟ لعیب جان خودت چطوری؟ این واقعا اینو جدی میگم آقا پارسال یه مسابقه رو بعد قضاوت کرد کلی دعوای استقلالی ها پرسپولیسی ها بود که این طرفدار کدومه. خیلی متشکریم از شما ابو فضلی، براتون روزی سلامتی داریم، انشالله که باز هم شما رو در قاب تصویر به عنوان یکی از داوران خوب کشورمون ببینیم. بهتری داور به غیر از آقای فقانی از نظر شما؟ آقای ابو فضلی توی فوتبال بهترین داور در جام توی فوتبال دارین؟ من خود آقای کلینا رو دوست داشتم. کلینا که فوق العاده یه دونه باشه، اونم جز همین آدمایی بود که خیلی قاطع بودش. خیلی ممنونم از خیلی متشکرم ازتون. آقا لبیب خیلی متشکرم از جناب. شکرم، من خیلی کیف کردم جناب ابو فاضلی اینجا بود. بازم بیام. سلامت باشی. بیش از شما بیا رضا رو ور داریم از اینجا. خب این لبیب کوتاه نمیاد. خیلی متشکرم، با شما خدافظی می‌کنیم. آرزو سلامتم براتون. دوستان همچنان همراه ما باشید. فینال جام جهانی 2022 قطر را چگونه پیش بینی می کنید؟ 1. فرانسه آرژانتین. 2. فرانسه کرواسی. 3. مراکش آرژانتین. 4. مراکش کرواسی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 5026-7199 پیامک کنین. امیدوارم خسته نشده باشید و همچنان همراه ما بمونید. دقایق باقی مونده برنامه، ما امروز هم سعی کردیم از فوتبال، از جام جهانی، از نتایجی که به دست اومده، از کیفیت بازی‌ها، از شیوه میزبانی با شما بیشتر صحبت بکنیم. به نکات جالبی اشاره شد، در کنارش میهمانان ارجمندی هم خدمتشون بودیم و خلاصه امیدوارم آنچه تقدیمتون شد رو پسندیده باشید. رضا لبیب، برنامه‌ای که اینو بگم من جانبه، برنامه‌ها که توش فوتبال نداریم و مرور می‌کنیم خیلی باحاله. فرصت بیشتری داریم بله. که جام رو تحلیلش بکنیم بله. ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. بعد داش موتی لبیب، لبیب رضا خیلی خوش تیپ شدی. کتشو داری لبیب؟ اینجا بعد برنامه کجا می‌خوای بری؟ شیطون بالا نس سرد میشه میپوشمه. رضا من جاست میشم. لبیب سرد میشم. لبیب یه چیزی بگم، من رضا رو از اول که اومد از این کتش خوشم اومد، خیلی خوشتیپ شده. خیلی خوشتیپ. نه خواهش میکنم، تن شما خیلی زیبا. این چرم شما هم خوشی، شما تو تا خیلی خوشتیپم. اینجوریه. منم با یه چیز بپوشم. البته شما هم تیپت خیلی خوبه. شما البته من خودم البسم. بله. ان شاء الله 4 سال بعد میخوام چرم بشم. چه انداخ به ما. میتونی. به نظر من تو تواناییشو داری. شکرا جزیلا. قربونت. خیلی ممنون. خب آقا دیگه استفاده کردیم. لبیب از حضور شما داریم. منم از شما. لبیب میخوای تو خدافظی کنی؟ من. باش مشاهدین الكرام، اتمام البرنامج وخالي خالي دو مجري خوشتيبم الباي باي. بله حالا این که باي باي کرد خیلی ممنون و متشکریم از این که امروز هم همراه فوتبال 22 بودین. ان شاء الله تو شب های بعدم همراه ما باشید. درود به شما و خداحافظ.